یاد خدا با عرض سلام درود نصار جمع عزیزایی که در افغانستان و خارج از افغانستان ما تماشا میکنن. نازنینای گزارش دوم ما باز هم پیش فامیل نیازمند در دیده مردم افغانستان هست که ببینیم چی گفتنی هایی دارن براتان، با کمک سخت نیاز دارن، بی اندازه درد دارن. میخوایم داخل رفته و همراه خودشان گپ بزنیم تا حزبان خودشان بشنویم. دوستای نازنین، ما فعلا داخل اتاق آمدیم، یعنی نزد همی فامیل هستن، مادر جانش و همچنان دختر نازنینشان. میخوایم از خودشان بشنویم که چی درد دلهایی دارن، چرا به این وضعیت رسیدن. باقیش از زبان خودشان بشنویم. درست است؟ سلام علیکم بی بی جان گلم، خوب است؟ اسم مبارکتان؟ اسم نادره. اسم نادره. آها، اسمتان نادره جان. اسم شما؟ اسم فریده. فریده جان، خب بی بی جان و گلم، میخواستم از زبان خودت بشنوم درد دلهای تا گفتنی های تا هر آن چیزی که داری میخواییم بشنوم. چقدر مدت میشه، یعنی چند سال میشه که به این حالت رسیده و دلیل فقر و بیچارگیتان چیز؟ چی رو بگویم؟ من خودم 20 سال میشه که بیوستم. 20 سال میشه که بیوستم، بچگه کم یک ساله بود. گال 19 ساله است، مکتبم سرش خلاص کردم. در خیاطی و کار خانه و همی چیزها را کردیم. در شرک فاس اول هم کار کردیم، شیشه پاکن کردیم و فرش ششتیم کل کار هم همچنان همونجا کار میکنم. خب این پیره سیوم است که مرا خسرانم در یک جور کالا کشیده. من دیگه چیز ندارم. همی خانه برادرم اومدیم، در نیمی یک اتاقه کشکیرم بانه میگیره، یک را میگه مرا کرا بتی، یک را میگه فرش مردار نشه. همی کوچا و این فرش از خودش است، من یک چیز ندارم. او را هم در شرک یکان تا غریب بیچاره برای من، یکان تا که داره کمک کده که یکان اون سطل چیزها را گرفتیم، یکان لیافی نیمی بستره از خودم از خلاص. کالای جانم از بکس مکس چیزه چیز ندارم. زندگی بسیار سرم مشکل شده. شوهرتان در چی فوت کرد؟ شوهرم در پاکستان سر پیسی زده نشه. 25 ساله بود. 25 ساله بود که شوهرتان فوت کرد به خاطر پیسه. یعنی چیگونه پیسه؟ از خاطر، یعنی از کسی گرفته بود؟ قصدار بود چی؟ نه خیلی، نه قصدار بود. دکان بلیارد هم داشت، قصدار هم بود، به او خاطر بود زدنش. خب بچی تان گفتین 19 ساله هست، مکتب خوانده؟ مکتب خوانده، مکتب خلاص کده، وظیفه پیدا نمیشه. دانای کوچه و یام امرام زیاد رنج میبره، جگرخونی میکنم. میگه اگه من پدر میداشتم شاید برم پاینتون یک چیزش میشه. حالا دیگه اقتصاد ضعیف است، پاینتون شامل کردن نمیتونمش دیگه. حالا فعلا نه، و یک هفته شده در دوکان فلسکاری شاگرد شاندیمش. خودت گفتی که مرا خسرانم از خانه کشید، درست؟ چرا؟ دلیلش چیز؟ بسر از اینکه خودت یک خانم بیوه هستی، یعنی دستت بایت میگرفتن، همکاری همرایت میکردن، چون ناموسشان هستی، چرا کشتی؟ یعنی زود من پیر میشدم که یعنی که از دگر ننگیرم، مگر نه من دل جمعی برشان داده بدم که یعنی من شوهر دیگه نمیکنم، به می بچه خود من میشینم، به می خاطر خوشویم زیاد بانه میتلبیسترم، بسیار بانه طلبی میکرد. روزارم تا دیگر که هفته و میشیش تا شامام از سر قبر شوهرم گریان کدم میشیشتم. باز میرفتم خانه، باز هنوزم دان دروازه استاد میشد، میگفت باز آمدی؟ اوقاتم تلخ شد دیگه، باز آمدم سن خانه مادرم شم. ایجا بودم پا باز رفتم، باز آمدم، باز رفتم، عذر زاری گریان کردم. این دفعه مرا باز کشیدن، باز این حال باز چی دارن که برم. چرا؟ دلیلش چیست؟ یعنی بخاطر از این کارسی نکنی یا بخاطر از این که سرش بار زیادی شدی؟ دلیلش؟ نه بار زیادی نه. من وقت دمی دار معلمین روشن آشپزی میکردم، ماش خودم میبردم، برشان گاز من داختم، وقت که هر چی ضرورت داشتم میدادم. سر یک عمق که مادرمون بیوست همشیرین زنگ زد که دمای 5500 خیر حال ماش داری کمک کن. باز من برش نکردم، هم رسیدگی هم نتونستم، از وظیفه هم مرا کشیدن. سر همین جنگ ما خیست غال مغال ما مرا گفتو و حتما هر دفعه میتی. اگر نه من گفتم من هیچ، همشیرهایم به من کالا هر چیز کمک میکنم، میال خانهشان میرم کرای موتر من میتن تا پینجا رو پا صدر فکرهای موتر بیخی احتیاج هستم، مجبور هستم. همیال یکتوت که من برای برادرم زنگ زده بودم، یکی از عظمی همسایشون بر من آدرس داده بود، گفت کمک میکنن. من تا در رفا نداشتم که من فسی طرف بیایم. خیر خاله گل من، خدا میربان است. آیت آل فعلا بچیت کار میکنن، نانوور فامیل فعلا بچیت و نزدرست و نزده سال مقصد بوده ماش ماش نمیتر شاگرد رفته، خودم در شرک یکان کالاشی میاره میکنم.
دوستای نازنین، یکی خوک خود ما بیچاره هستیم، یک بدبختی ما، و دیگه بدبختی ما که شوهر از این خانم فوت کرد، باید خسرانش دستش هم میگرفت که کار نکرد، در میدان ایلاش کرد. دوم بدبختی ما، سیوم بدبختی ما که در خانه بیادر شیشته، اما بیادر هست پیشش گرای خانه را میگیره. چقدر درد آور است. میفهمی؟ یعنی یک خانم که مثل مرد خود زحمت میکشه و به خود نان پول و نانه به دست میاره، و باید هر رقم گپه بشنه، و خانم جوان هستی با محبت، به نوازش، به هر چیز نیاز داره که متاسفانه کسی نیست که دست از ایره بگیره. خودت خاله جان، خاله گل ما، آرزوی چه قسم یک خانه را داری؟ میخوایی در چه قسم یک خانه زندگی کنی؟ میخوایی؟ هر کس میخواید که یک آرزوی داشته باشه، یک زندگی صحیح پشت شو روشنیست. من میگم صدقی خداوند شما 20 سال شد، 20 سال شیرک از مادر خوردم، از دماغایم سر شد، اید نفهمیدم زندگی را، مثل یک گدایی گروار ایتیاد موتا دو چشم در جیب مردم که باش که کتیم کمک میکنه، بیادر میتن خوار میتن که میتنم دو روز بعد پیشانیش ترشست، یا مرا تا نمیتن یا یک چیز میکنه. دیگه ما میخواییم که یک زندگی آرام باید شده، دیگه بس از دیگه بسیار به تنگ شدیم، دیگه زندگی آرام داشته باشم، بچه گکم درس بخونم. فقط یک بچه داریم؟ اینم یک بچه دارم، وامت رنج میبرد بیخی دیگه متر لاغر متر چی که ساس بیپدری را دیگه حال میگم. من میفهم که اگه من میگه پدر میداشتم سرم دست کش میگرد یا پایم توی میرفتم و تو نمشتم. بی پدری به اندازه سخت است. اگر پدر می داشتن نه، شاید نان چای می خوردن، اما نازنین دایم بسیار به خوبی، بسیار به محبت زندگی می کرد که متاسفانه نه دست پدر است، نه نوازش بالای سرش است. پایین یک اوتا پیشن نمیتن پایین، یعنی در وزارت معارف کار میکردن، باز اینا را شمالک زد، یعنی که پای از اینا درد میکنه، تکلیف پای داره. بدون از او که زهیر شد انسان خو میفهمین که رنگا رنگ مرضای دیگه میگیرن، درست؟ باز از او دیگه از من تقود داد، تقود داد ناد اینا در خانه شیم شش از ششونیم از کرامید. رویه بچه و روز خودت هم رای چه قسم از بی بی جان؟ شاکیم اونم یک شو این شب دیگه شما یک خواه میکن خلاص خواه نیشون. باز هم رایت رویه بد میکنن یا خوب؟ نیم بچیم خوب است. بچیت خوب است. و روز چی؟ آسون نه دیگه خلاص. خوب دقیقا بچیت خراب است که روزت خراب است؟ نیه بچیم خوب است. ایره نازنینا تایید میکنین؟ بچه من این قصد در شبخانه میبنده پشت خود. آها. خب خیر، من دعا میکنم که خداوند آرز تو را هدایت کنه، چون امروز اگر تو خوشو هستی روز آینده او خوشو میشه. چیزی که کشت کنیم در او میکنیم نازنین. بازم بعد یاد چه قسم میخوایی زندگی داشته باشی به اولاد، چه قسم زندگی میخوایی بسازی؟ همین من میخوایم زندگی خوب برش بسازم، مقام بالا بگیره، درس خدا پیش ببره، در یک جایی برسه که یک سیاسر مردم هم یاره ما واره نشه، آرام باشه. از دوستای خود میخوایم که یکان کمک بر ما کنن که این بچه کم درس خودم بخونه، خودم هم یک روزگار ما تغییر بخوره، آرام شوم. ها قصه زندگی تا نکنید که چرا دقیقا من میفهمم که از اول به این شکل نبودید. بله دقیقا خوب زندگی داشته، این شوهر تار بود، محبت، همه چیز. بله. چی شد که به این فقر بیچارگی رسیدین؟ شوهرتان مرد، چی مشکلات کشیدین؟ طفلتان به چه قسم می بچیتان به چه قسم کلان کردین؟ تمام از این دانه دانه ما بچه که ما بر ما یگان جور کالای بیرونه نه، یکمه که ما کورس سواد آموزی رفتم در او خیاطیان بود، از او یاد گرفتم یکمه دمتر، باز از او ما همی خوارزادای می آمد در صدر پا و یک و نیم صد، همه که خودم کالای کمشیرهای برم می گرفت، یکان تا کمک می کرد کالایشان رو می پیشدم، مگم اولاد خود از امو مکتبشان خلاص کردم، از امی خیاطی ما درسشان خلاص کردم، برش کتابچه و قلم هم می گرفتم، بوتان کالام می گرفتم، یکان تا همی همشیرها برم کمک هم می کرد.
دیگه وقتی که مکتب خلاص شد دیگه مکتب خود که خلاص کرد من اقتصادم بیخی ضعیف شد دیگه من شکست خوردم توان و کارم نداشتم خودم هم امیال مریض هستم چی تکلیف داری؟ من بیادبی مافم سینه من درد میکنم سینه چپم درد میکنم میدیم چرک گرفته گردانیم چرک گرفته در پایم غدود پیدا شده کوریای پایم درد میکنم بچگکم هم گردایش درد میکنم دیگه فعلا برش ده نخصه گرفتیم کورام کتی ما کمک کدن حالا نخصه و دوایش کل سران انواری تیار است دیگه حال اقتصاد چی رو ندارم پیسه داری را که ما تداوی خدا کنم بسیار ناتوان شدیم او تو ده قوم خیلی دوست نزدیک کسی نیست که همراهی تا نمکاری کنه بسر از ایک شما تو با حالت بد قرار دارین؟ نه خیلی هر کسی که بگوییم میگن خودت میبینه که خود ما اشتگدار هستیم زندار هستیم نمیشه مشکلات است دیگه همشیرایم که هست دیگه وام از طرف یاز نایم دیگه که میشه این می صدر پا پینجار پا افغانی که اگه آنجا میرم پیششان میرم میگم خوارک من کرای موتر ندارم باز بر من میتن دیگه دانم پر نمیشه برشان میشه رو چه قسم بوی دوستای نظرین چقدر دردآور است که خودت یعنی بری دست تا به یک نفر دراز کنی که با ما پینجا یا صدر پا بطه که من کرای موتر ندارم به این فرش اینای تا نه برادرت برداده خودت گرفتی کسی برات کمک کده بچه مسی از بچه مسی نمی یک خانه داده شک بشه آها یعنی فرش اینا از بچه کس؟ فرش یعنی این یه خلش های بچه مست. آها خب اینا هم ببینید که به حالت نیست فقط همه قصد که میتونه از هاش یک زندگی شب و روز خدا تیر کنه بی بی جان گلم یک دوست ما هستن که از مسکو خواستم رای شما کمک کنن درست است نگفتن اسم خدا با ما نگفته که اسمشان چی است فقط از مسکو برتان پول روان کرد که ما تانستیم بعض یعنی چیزای که یک ماهی تانه بتانیم کمک کنیم هاینده انشالله بخیر خدا میربان است من میخوایم از طرف برادر ما چیزایی که یعنی پول که روان کرده 12 قلم مواد ما گرفتیم خب ما 12 قلم مواد گرفتیم که دو قوطی روغن هست و همچنان ما نخات هست بوره لوبیا و در پلاستیک دیگه ما چای سبز است همچنان آش را به خاطر دیگ و همچنان برنج تخم و پودر لباسشویی یک بوجی هاردم در بیرون ماندگی است نازنین که بازم کار من میگم که اونها هم برتان در گزارش به نشر برسانه من از برادر ما که کمک کردن از صمیم قلب تشکری میکنم خداوند آن قدر به تیتان که جمع کده ندانیم آها و ای بی بی جان هم همچنان چون درست گپ زدن هم میتونن تشکری کردن هیلای هامین گفتن و شما اگر گفتنی دارین؟ کدام گفتنی ندارم مگم از امی موادی که بر ما کمک شده تشکر میکنم آرام باشن خوب نازنینم شما هم آرام باشین خداوند ما هم توانایی بده که شما روان کنین و ما بعد دست عزیزای ما برسانیم مثل از اینا دیگه نیازمند هستن در افغانستان که بی اندازه به کمک نیاز دارن اگر شما میتونین که داینده به این فامیل عزیز بیشتر و بیشتر کمک کنین ما شماره تلفنشانه شماره تلفن ما در پایان همراه هیمل ها دست ما میتونین زنگ بزنین پول روان کنین و ما به دست دوستای ما میرسانیم نازنین نایم تا گزارش بدی که تقدیم شما میکنم تک تک شما را به علای پاک مسپارم